آسه، آسه، وای، کاکو، آسه، کاکو این چیره خواهر، سلام نو کردم. عزیزم، این اصلا من مخلصشم، این آسه ما، ببینم اقدر میبوسمش که در میرد دستم. کاش که میتونستم بیارمش. بله آره، بفهمید. این آسم عزیز خاطره ای ازش دارم عجیب غریب اصلا. ایشون میدونی که بزرگ مرد کنترل شکاری ما هستن. جناب آسم بله. اسپای دسفول بودیم، ما آلرت بودیم، اسکرمه دارم، من بلند شدم، دو فرمان نفنج بلند شدیم، تا بلند شدیم به رادار تماس گرفتیم، جناب آسم تو رادار بود، گفت که F14 WX4 بلان یه چیزی بگردی به سمت فلان، هدف 120 مایل سمت 270 درجه. ما دوزاریم افتاد که ما F14 شدیم امروز. آقا آسم اینجوری گفت، ما چرخیدیم به سمت 270 درجه با F5 که رادارش 20 مایل هم نمیبینه، گفتیم 120 مایل هدف رویت شد. گفت بله هدف همین، ادامه بدید، هر وقت لاک کردید بزنیدشون. ما هم گردش گوشیم به سمت هدف. ها قضیه چی بود؟ تانکر نیومده و تو منطقه خراب شده بود، افشار هم نتونست بنزین که کن رفته بود بیشینه که جایگزین بیاد، منطقه خالی شده بود از هواپای افشار ده. تو هواپیما اومده بودن برای حمله منطقه شوش و پایگاه دسفول اون منطقه، ایشون مونده بود، ما با دو جناب آسه مونده بود با دو تا افنج، با یه تعداد زیادی آپای افنج دشمن که ما تو رادار گرشیم ببینیمشون. بعد هرچی میشون میکنم گفتیم باشه 10 تا 20 تا 30 با چه میدونستیم، هرچی آسه میگفتیم ما لایک کردیم داریم. ما چرخیدیم به سمت اینا، جناب آسه حالا بدون کدومات، ما تو پرواز همیشه کدومات استفاده میکنیم دیگه، رمزی صحبت میکنیم، ایشون هم بدون کد. آره به چرخید F14 مدام هم میگم F14 فلان، نقطه میخواست بگه که اون شنودشون فکر کنه ما F14. این اتفاق هم افتاد، اتفاقا ما داشتیم میرفتیم حدود 50 کیلو مایلی که نرسیده بودیم، دیدیم وسط بیابون فقط قارچ بمبه که داره میره بالا، هر چی هواپیما بود بمباشون ریختن دور زدن با این دوتا افتیارده ای که نما آسم ساخته بود از خودش. و ما این مدر ادامه داریم جلوتر و هدف هم گفت دستون درد نکنه، آپای ما نمیخواد به موشک شلیک نکنید به سمتش، خودشون فرار کردن، برگرید پایگاهاتون بشینید، برید برید تانکی ها سوختگیری کنید برای معاملات بعدی. ما برگشتیم به فرد سوختگیری چی بکنیم، دوری زدیم رفتی پایگاه رو نشستیم. این نما آسم اینجور آدمی بود، یعنی واقعا با گوشوش و دستور نجات داد، مگر رفته بود رو هوا، چون وقتی بمباشون انداختن نمیدونی چه عظمتی از آتش توی بیابونا رو افتاد، اگه بمبا تو شوش و دستفول میخورد چی ازش نمیموند اصلا. واقعا خدا رو شکر جناب آسم این گونه انسانیه.